منبر جهانی خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت نشاید جز به آستان تو سجده نزیبد جز بر تو ذلت زلت پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بزن شوکت شکسته هر بوت و هر بوت نمایی نماد عزت دین است و دولت بیام دین تاج و کفا و سلام علی عباده لذی استفا سروران گرامی وش بینندگان عزیز و بزرگوار الله متعال من و شما را در این جهان بزرگ برای ابترا و آزمایش آفریده است و این ابتلا و آزمایش معیار قبولی در آن حصول رضایت و خشنودی الله متعال است هرگاه ما الله متعال را و معبود ذوالجلال من را بتوانیم از خود راضی کنیم از این امتحان بزرگ پیروز بیرون آمده ایم و نمره امتیاز آورده ایم و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون و نه جن و انس را مگر اینکه بپرستند مرا پس هدف و خلقت از آفرینش پرستش الله متعال است و خداوند متعال برای این که من و شما بتوانیم ذات او را از خود راضی کنیم تمام زندگی ما را وابسته به برنامه ای کرده است که اون برنامه اسمش دین و در مورد ما امت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم دین اسلام است و شریعت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم از لحظه‌ای که انسان بالغ و مکلف می شود و به سن بلوغ می رسد تا وقت مردن تمام لحظات زندگی ما وابسته به این برنامه است و در هیچ شرایطی ما مرخصی نداریم و مهمترین بخش و رکن این برنامه علاوه بر سایر مسائل اعتقادی و نظری در بعد عملی مهمترین بخشش مسئله نماز است علاوه بر نماز طبیعی است که زکات هم هست حج هم هست ارکان اسلام همه مهم هستند همچنان که ارکان ایمان مهم هستند اما موضوع مورد بحث ما امروز مسئله نماز و قبل از نماز وضوع بیمار است کسی که مریض است و بر بستر بیماری خوابیده است آیا او نیز باید وضوع بگیرد و نماز بخواند با توجه به مقدمه که عرض کردم قطعا پاسخ مثبت است چون که من و شما باید الله متعال را از خود راضی کنیم طبیعی است که در هر شرایطی باید ما گوش به فرمان الله متعال و مشغول طاعت و عبادت ذات گرامی او باشیم هنگامی که انسان مریض می شود و بیمار می شود خیلی از مسائل خیلی از کارهای ظاهری زندگی معطل می شود خیلی از تکالیف از او برداشته می شود اما نماز تنها حکمی است که انسان در سختترین شرایط هم باید آن را انجام بدهد حتی در وقت جنگ ما نماز خوف داریم به حکم نماز خوف در قرآن کریم به سراحت آمده است نماز خوف یعنی چی؟ یعنی شما در حالت جنگ هستید با دشمن مشغول جنگ هستید در حالت جنگ هم نماز بخشیده نمی شود آری نماز مهمترین رکن و به ظاهر شاقترین رکن اسلام است که در یک شبانه روز پنج مرتبه هر مسلمان باید وضوع بگیرد و در پیشگاه پروردگار خودش راز و نیاز بکند در واقع اگر ما به عمق این عبادت توجه کنیم فلسفه نماز و عبادت به حکم شکل نماز این است که رابطه بین انسان و الله بین بنده و الله قطع نشود این رابطه همچنان برقرار باشد بر الله المثل الاعلا این مثال رو فقط برای توضیح ارز میکنم که شما کسی را هر چقدر دوست داشته باشید پدر، مادر، فرزند، همسر در هر شرایطی مگر چقدر میکنه در روز باش با ارتباط بگیرید در 24 ساعت چند مرتبه ممکنه باش با تماس بگیرید در طول زندگی هرگز اتفاق نخواهد افتاد که یکی مثلا با مادرش که خیلی دوستش داره یا با همسرش یا با فرزندش یا با نزدیکتریناش پنج مرتبه ارتباط برقرار کنیم ولی الله متعال من و شما را مکلف کرده که در شبان روز پنج مرتبه حداقل با الله متعال ارتباط برقرار کنیم و به وسیله این ارتباط صمیمیت خودمون را بین ما و الله برقرار نگه داریم و محبت خود را به الله ظاهر کنیم و محبت الله رو نسبت به خودمون جلب کنیم این لطفی است و کرمی است از سوی الله متعال که اگر دقت کنیم باید همواره شاکر این نعمت عظیم باشیم گرچه شکر نعمت هرچند که ما شکر نعمت پروردگار را بکنیم در توان ما نیست لئن شکرتم لعزیدن نکن اما پاداش شکر نعمت این است که ما وقتی که شکر نعمت های الله را به جای میاریم خداوند متعال نعمت های خودش را بر ما بیشتر می کند بنابراین مریض در شرایطی که واقعا دشوار است برای او که زندگی عادی خودش را ادامه بدهد در چنین شرایطی هم باید وضو بگیرد باید نماز بخواند باید الله را از خودش راضی بکند اگر توان وضو گرفتن ندارد تیمم بکند جایی که اگر عضوی شکسته گچ گرفته است بسته است نمیتواند بشوید فقط مس بکشد اگر ایستاده نمیتواند نماز بخواند بنشیند نماز بخواند اگر با نشسته هم نمیتواند با اشاره نماز بخواند اما نماز در هیچ حالت ترک نمی شود این که الله متعال مریض را و حتی انسان مؤمن در حالت جنگ و جهاد را نیز از نماز معاف نکرده و نبخشیده دال بر این است که انسان مؤمن در تمام شرایط باید مشغول عبادت الله متعال باشد در تمام حالات باید پایبند به حکم الله متعال باشد پس دوستان و خانواده ها باید توجه داشته باشند که اگر کسی مریض است به خصوص کسانی که توفیق خدمت در بیمارستان ها را دارند در جاهایی که بیمارانی خوابیدند و اونجا نیاز به این یادآوری دارند اجر خودشان را از خدا بخواهند و سعی کنند که به بی اون بیماران کمک بکنند اسباب نماز خواندنشون رو فراهم بکنند تا اینکه مورد عفو و بخشش و مغفرت الله متعال قرار بگیرند و جایزه ای که اون نمازگزار بیمار از الله متعال دریافت میکند کسی که به او کمک می کند نیست قطعا از اون جایزه سهمی خواهد برد و خداوند متعال امیدوارم که من و شما را و همه کسانی که اهل ایمان هستند را همیشه از نعمت سلامتی و عافیت برخوردار بگرداند و تا زمانی که زنده هستیم در زندگی ما برکت عنایت کند و هرگاه که خواست ما را از این دنیا ببرد با سلامتی و آفیت از دنیا ببرد سروران گرامی تا فرصت دیگر و برنامه دیگر همه شما را به الله متعال می سپارم خداوندی ها را نگه دارد خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت نشاید جز به آستان تو سجده نزیبد جز بر تو عشق زلت پیام دین حق از تاج منبر بی افشانت جهانی بزر شوکت شکست هر بوت و هر بوت نمایی نماد عزت دین است و دولت